بینن ده های تلویزیونی مالمو بیایم که ببینیم و بشنویم از زبان خودشان که چی مشکلات دارن و چی میخواین که میجا هستن و به خاطر چی اینا مظاهره کردن و به خاطر چی دمی هوای سرد روزها و شبها را سفری میکنن. دوستای عزیزم شما میبینین در پاکستان هم افغان ما در چی مشکلات و در ایران هم و میبینیم که در اروپا و در اروپا در کشورهای مختلف که در دنیا سویدن یک کشوری هستن که به خود یک کشور بشر حقوق و یک کشور به خود میگن که اینها زیاد بشر حقوق پشتیبانی میکنن و اینها هم توجه افغانا را و مشکلات افغانا را درک نمیکنن. افغانا ما از افغانستان که حرکت میکنن تا اروپا که میرسن میبینن که نصفشان درا در آو غرق میشن، نصفشان درا میمرن، نصفشان درا زخمی میشن و وقتی که در اروپا برسن یا مثلا دنمارک، سویدن، نروژ، ایتالیا تا ایجا که میرسن باز هم که وقتی ایجا خدا تسلیم کنند در میگریشن بعد از او که به سالها منتظر میشن تا که عرضشان قبول شوند و بعد از او هم با اینقدر مشکلاتی که از افغانستان آمدن تا ایجا بعد از او هم این مشکلات میبینند. سلام علیکم بیدر. سلام علیکم، خوب هستین؟ میشه خدا معرفی کنین؟ بعد از معرفیت خودتان شما میجا خیمه زدین در می هوای سرد و خودتان در چی مشکل و در چی به خاطر چی خیمه زدین شما؟ اولتر از همه سلام هایم به بینندگان تلویزیون شما عرض میکنم و من عبدالمجید نیازی هستم. مدت 16 ماه میشه که زندگی میکنم، همراه فامیل هستم، خانمم هست، دو تا طفلکم هست و چون از اداره مهاجرت سه منفی گرفتیم دیگه، گفتن که باید شما خاک ترک بگوین دیگه، به این دلیل به خاطر که پس رفتن نمیتونیم، مشکلات داریم، به این خاطر ما اینجا آمدیم، به خاطر که ما همی ابراز خود بیان کنیم به مردم، این مشکل خود به مردم بیان کنیم و خیمه است اینجا زندگی میکنیم. تقریبا 7 روز شد که در اینجا هستیم، هوا سرد است دیگه، سپورت میخواییم از مردم که سپورت کنه ما را دیگه. نظر به قانونایی که بر ما گفتن که ما همین گفته های شما ما باور نداریم، در حالی که من به اسناد و به ثبوت برشان پیش کردم اما بازم قبول نکردن دیگه، یک دفعه که نبوین نه از یا نیست دیگه، تا کار اینجا آمده ما به حساب ما را ببینن که در چی مشکلات هستیم و همی پروسه تظاهرات ما ادامه دارد تا ای که اگر کدام از طرف امیگریشن کدام جواب نشنویم ما باز به حساب قضایی شروع میکنیم. تظاهرات ادامه داره، شاید 20 روز دیگه ادامه داشته باشه، شاید 1 ماه 2 ماه دیگه، تا ای که بر ما یک جواب از طرف امیگریشن، تا کدام جواب نشنیدیم از طرف امیگریشن اداره مهاجرت. شما فعلا نمیجا خواب میشین؟ بله، یا دیگه شب 24 ساعت هم اینجا هستیم دیگه، در داخل خیمه خواه میشیم دیگه، مشکلات زیاد هست در این هوای سرد. آه دیگه هوا کاملا سرد است دیگه. خرد چقدر مشکلات در ها دیدین شما تا اینجا که رسیدین؟ بله دیگه، ما قاچاقی آمدیم دیگه، قاچاقی خود طبعا مشکل میباشه، از رای ایران آمدیم، از رای ترکیه، یونان، بسیار مشکلات در ها دیدیم. خانمم به حساب تکلیف داشت، طفلکم در اینجا به دنیا آمده دیگه، مشکلات زیاد دیدیم، پیاده روی کردیم و کشتی ما در آب چپه شد و تا بسیار دور رای بین مرز بین ترکیه و یونان که تا بسیار رای دور ما رو برد، خوشبختانه که نجات یافتیم دیگه. 7 ساعت تقریبا در اوج منزل کردیم تا باز پلیس آمد ما رو تسلیم گرفت دیگه. بعد از او در یونان خب شاید بر بعض هم وطنهای ما معلوم باشه که چقدر مشکلات بدبختی است در یونان دیگه. مدت 4 ماه در یونان ماندیم، باز بعد از او خوشبختانه که حرکت کردیم دیگه تا که در سویدن رسیدیم. به نهایت تلویزیون مالمو تاکی ما افغانا دایی تکالیف دایی مشکلات هستیم، میان ببینیم که این برادرای ما دمی شب دمی هوای سرد که ببینیم در کجا اینا میشینن، چه قسم اینها می روزا را سفری میکنن. میشه که ما ببینیم داخل خیمه. خودم از افغانستان آمدم، تقریبا 5 سال پیش سفرم آغاز کردم، آمدم سویدن. ما با این امید که ما از دوزخ میبریم در یک جای امن، به امید آمدیم اینجا. من خودم بالا در کشور
آمدیم اینجا. من اولم از افغانستان ترکیه یونان، ما 6 ماه در یونان بودیم، در پارک خوکو در کلیسا نام بخو و هزار بعد بختی آخر یک را پیدا کردیم، پیسه نداشتم، من به پیسه یک یورو نداشتم. از یونان رفتیم مقدونیا، سربیا، کرواسیان، اسلوانیان، ایتالیان، فرانکی، فرانسه، جرمنی، دنمارک اینجا. من پیاده 3 سال از معطلا یونان دیدم، من اومدم پیاده. که در اخبار در تلویزیون من کردم مسابقه کردن گفتن که چطوری راه چطوری قمامدی، من سنم 16 سالم بود، 5 سال پیش. 4 سال پیش گفتم چرا قمیلا الکترونیک گفتم وقت دارم مجبور باشم میره به امید میام من بعد از اون امید اومدم سویدن که بیان اینجا مرا میفهمن درک میکنن مشکل باشم شون دارم یقینا سنندا باشم که من کاتالبا مشکل داشتم با مرمی ان که درسته تو مشکل داری کاتالبا بس لکن دولت که دولت تو ضمانت میکنه که تو اونجا کلام کرد دولت ما کیه دولت ما کارش اگر رشوت خور آدمایی هستن که جنگ سالار بودن بابا کارش در قدرت هستن چرا قمه خیمه حمایت کنن خود از کل پیسه مردم خون مردم میخورن باز میخوان از ما حمایت کنن ما اینجا ما یک هفته ما اینجا در اش روز میشین خیمه زدیم از تلویزیون چند تلویزیون مثلا کردن مسابقه کردن اکاد اخبار مثلا کردن ما گپ زدن مرکز میگیرشن کلان گپ نیست میام مرتم شام میگم چرا قم زندگی نکنیم اینجا بیاین دوستای عزیزم ببینین که افغانای ما چه قسمی روزها و شبها را سفری میکنن با ما باشین ما اول فکر میکنیم سویدن یک کشور است کنم میفهمم چیز چه میگه هیومن رایت داشت است حقوق بشر داشت است لکن مرتم شام میتم اینی خانه ماست بیاین داخل بیاین شب بسیار از خانه که به رقم میباشه ما کل مال صبح تا صبح خانه نبریم ما صبح دیگه هم تا پالوی طرف پالو میگردیم تا صبح میشه هفته میشه که ما که یکان رفته میشه بارش میباشه مقصد یک آتش روشن میکنیم اینجا میباشیم این وضع خانه ما به بدبختی به هزار مشکل آمدیم اینجا که بختر که نیاز کمک نیاز داشتیم ما اگر جان ما در خطا نبود مشکل نمیداشیم ما هیچ وقت افغانستان ملک ما دوست دارم اموطن ما دوست دارم افغانستان لکه ما اینجا آمدیم از خود که مشکل داشتیم افغانستان نمیداشتم باشم اونجا که میبودم جان به خطر بود ما اگر نفتم برد نشان بیتم اون طرف هم از دیگه جایی چیز مابد این عکس هم هست که من طالبا زده بودن که عکسشان هم برشان یا هم بسیار روزنامه اخبار معتبر از افت ملادت میگن دست میتونن که وقت رو من چاپ کرد که مشکل گفتن که بچه باید نباش شد که براستی مشکل داره و بسیار رای سخت تا اینجا آمده بعد در کشور پیاده آمده تا اینجا بگفتن بایی بچه نگاه کنین و لکن در این تاستان سعی من میگم که نه افغانستان تو کدوم اگر افغانستان من آرام بود جنگ نبود خیلی چی شخم چی وضعیت است ما اینجا بوده از خود که مشکل داشتیم نه تانا من دوستم که اینجا هستن بنده خدا مجید جان که تو فامیلی خود که یک دخترک خود اینجا آمده یک بچه کشم اینجا به دنیا آمده بارا میگم برن ما مجرد یک طرف ولی کمی بنده خدا چی گناه کرد شکر از چی گناه کردن ما اگر از افغانستان تا اینجا آمده خود تا میفهم بسیار آسان گب نیست وام بدون 5 سال ما که آمدیم بالا در کشور را پیاده روی کردیم آمدیم تا اینجا به این مانا که مشکل داریم به افغانستان از اوی چقدر کشته میشه چقدر زخمی میشه چقدر پیسه را چیم ما در پاتای یونان بودیم روز دو نفر سیف کشته میشه رفقه خود بهترین دوسته ما بود دو تا افغان در زیر موتر شما بودن در زیر موتر در آمده دارن خود نگاه کردن تاستان در کشتی که بالا میشد و کماندو زر دوستاشون افغان زیر تر شدن پیش روی چشم خودم و تو رامان بسیار نام یا قبرستان در یونان یا قبرستان که با خصوص مسافر است اینجا بری با سران افغانی مسکین اینجا دفن شده کسا پرسان نکنه کی بوده چی شده من میخواستم بگم در اروپای در میار کشور دیگه کس تنها افغانی مشکل دارن افغان هستند زندگی میکنن چرا که دولت ما خائنه دولت ما اگر قبول نکنه ماجرا که دیپورت نکنه ماجرا که روان نکنه به زور و قبول نکنه هیچ وقت نمیکنه مثلا عرب عراق سوریان سومالیا الیتریا و کشورهای دیگه هستن که دیپورت ندارن بعد افغان هستن که چیز میشن یک کشور نیاز داره به مهاجر میگه که مهاجر ما نیاز داریم لکن دولت ما چرا که دولت است خائن دولت است که سالم به خون مردم خوره دولت است که سالم به مردم خیانت کنه و میگه مهاجر ما روان کنه اینکه کار است پیسه است خانه است امنیت است لکن خودم میفهمم که هیچ گپا نیست و تنها افغان است که مشکل دارن من تر در سویدن کشور دیگه اروپایی است در بلژیم در اتریش در آلمان یا کل فقط افغان است که بیچاره میشن بدبخت میشن از خود که دولت ما خائن است میگه پی برادر ما تایید میکنیم شما هم شاید از طریق تلویزیون ها دیدین از طریق یوتیوب دیدین از طریق فیسبوک دیدین که در هر کشور که هستن افغانا کوپیده میشه افغانا در تکلیف هستن یک پاکستانی را ندیدیم و یک ایرانی را ندیدیم که تو خیمه زدن و تا اینقدر در زحمت در تکالیف هستن صرف هم افغان هستن که در افغانستان هم هستن دمی تکالیف رو برو هستن و در پاکستان در ایران در هر کشوری که هستن و تا کی و تا چی وقت ما در یونان 6 ماه در یونان بودم بسیار وضعیت خراب ما اونجا که سعی کنیم فقط افغان هاست که یک مشکل دارن افغان در پارک هم میکنن افغان هاست که مردم یک طرف میزنش دولت یک طرف لطش میکنن مسکین مردم آلما خو مجد مردم زن بشتار یک طرف از گیر مردم راسیست میگرفت یک طرف از گیر پلیس میگرفت فقط افغان ها بود نه عرب کسی میزد نه سیاپوس نه چرا که ما پشت ما کس پشت ما خالیست پشت ما دولت نیست که از ما حمایت کنه دولت نیست که بگه چه مهاجر ما که کشور ما چاش کارش طرف تا میکنن در بندیخانه یک شب برید در یونان برید در سربیان در کشوری که ما بودیم برید کلش افغانی پلاس
کسایی که سالهای سالها بیگناه هستند. در اینجا دیپورتندن اینجا بچه هست که با ماها بدون گناه تنهایی بوده که در سویدن آمده. در دیپورتندن نگاش میکنن دو ماه، سه ماه، چهار ماه، هشت ماه باز دیپورت کنن افغانستان. چرا برای چی؟ اگه این انسانیت هست خواهی ما از اون که در افغانستان میبوریم بهتر بود که اینجا بیم. ما اینجا آمدیم چرا که مشکل داشتیم؟ نه که رقم حیوان کردم برخواد کنن. ما از دولت افغانستان، دولت که چی بگید کنم؟ دولت در افغانستان است. هم کسی که هم زورش هم میرسم از این خواهش بکنم یک وضعیت است که واقعا دیگه غیر قابل تحمل است. من هر روز میبینم، من هر روز در یوتیوب در اینجا میبینم، در چشم میبینم که بسیار ماجرا ما بسیار جنجال میرسن و بسیار روی بچه کچه میشه و پس و روان میکنن. بسیار گپ کلان است بلا دیگه. اینا خودت میفهمی دیگه. در افغانستان چیزی است که تنها در پیسه مهم است، زور مهم است، چوکی مهم است. سالهای رقم بوده و این بار است که جزایشان خداوند بده، چرا که دیگه مردم افغانستان واقعا در کل دنیا دیگه ذلیل و بیچاره شدن خاطر این جنگ سالار ما. امیدوارم اسم کل خوب شود دیگه. توکل به خدا. تشکر میکنم برادر عزیزم. شما اگر چیزی پیام چی پیغامی دارین به جوانای افغان که از افغانستان تا ایجا تا اروپا میانی قدر به مشکلات، من نمیگم برای ما نمیگم بیاین، نمیگم نبیاین، لیکن خودشان ببینن فکر کنن که اروپا تو گپ نیست که بگن کلگ من اروپا ترس، اروپا ترس. میفهم کلگ مشکل داره، کلگ در افغانستان باز مجبوریت افغانستان ترک میکنه، لیکن وضعیت هم اینجوری رقم است. چیز از افغانستان کم نیست. اینجا ما شام شاو خام میکنیم، هیچ امنیت نیست که مثلا کلام تا بزنیم ما کن دو چی شاو ما هیچ نرم خام میکنیم. توکل به خدا میسپاریم، خام میکنیم. امیدوار هستیم که به انصاف تن برسن. یک جان تشکر از وقتی تن چیز پیام دارن به جوانای افغان خودمون. والا دیگه پیام ما اینم است که جوانای ما کوشش کنن که در وطن خود زندگی کنن تا حد امکان اگه داره. دیگه در غیر از اوی جام بسیار زیاد بدبختی سال به افغانا اینجا دیگه تر امید کنن، امیدوار کننده نیست اینجا که بیان بوین ما قبول میشیم یا ما اینجا زندگی کنیم یا زندگی میکنیم. دیگه این پیام است بر تمام افغانا. تشکر. امیدوار هستم برادرم که در انصاف خودتان برسین و انشالله میرسین. ما کل افغانا را دعا میکنیم از خاطر همین پروگرام، از خاطر شما میره تهیه کردیم تا که افغانای ما ببینن، تا که افغانای ما بشنون که با شما دعا کنن. کلان گپ است، امید دعای شما بر ما برسه. بسیار گپ است. تشکر از شما. یک جان تشکر از شما هم.